میبینم که خیلی چشم به راه من بودین. داشتم اینجا رو تمیز میکردم. ولی خوب تمیز نشده تاکو. کجا رو گفتین؟ نفهمیدم. نمیبینی جلو چشمته. نالان خونه است؟ نمیدونم خانم، برای صبحونه رفتم صداشون بزنم اما نبودم. خب کجا رفته بود؟ والا نمیدونم خانم، ممکنه رفته باشن دیدن بیلور خانم یا ممکنه رفته باشن پیاده روی. مطمئن نیستم. ممکنه این باشه، ممکنه اون باشه. تو هیچ وقت مطمئن نیستی. اون راننده به درد نخور کجاست؟ دیدیش یا نه؟ خب هایریم اونو دقیقا نمیدونم کجاست فریده خانم. قبلا مثل این دوربینه مدار بسته کار میکردی. چی شده؟ تموم مزیتتو از دست دادی؟ این ممکنه هایری باشه. الان میپرسم که کجاست. اینجوری میفهمیم که با نالان خانم هستن یا نه. کیه؟ کی زنگ زده؟ انگار که شیطان رو دیدی تاکو. نه آدم خیلی مهمی نیست. بعدن خودم بهش زنگ میزنم فریده خانم. وقتی نالان خانم تشریف آوردن اونا رو بفرستن پیش شما؟ یعنی بیاد پیشتون؟ نه نمیخواد. جوینده یا بنده است. من خودم میتونم از پس کارام بر بیام. لااقل من با آدمای همسطح خودم میپرم فریده خانم. مثل بقیه به کارمندای خونم چشم ندارم و دنبالشون نیستم. فریده خانم، گشنه نیستین چیزی حاضر کنم براتون؟ امروز بعد از رفتن شما آقا مظفر بیهوش شدن. از گرسنگی بیهوش شده بود و دکتر اومد و همه نگران بودن. فرید خانم، مشکلی پیش اومده؟ نه. تو برو. سلام مراد. سلام. چه خبر؟ هیچی، خبر خاصی نیست.
مامان زهر ترکم کردی. اون چیه تو دستت؟ هیچی. از جیب درش بیار. این یعنی چی مامان؟ خواهش میکنم. میگم چیزی که تو جیبت رو درش بیار. تو همش میگی به خودت نمیرسی، برای همینم گفتم شاید عصبانی بشی مامان. به خاطر گرسنگیم حتما رنگ روم پریده، حس خوبی ندارم، اصلا حالم خوب نیست. کجا رفته بودی؟ با بیلور یکم قدم زدیم، گفت قبل کارش همو ببینیم، رفتیم ساحل یکم قدم زدیم. این راننده به درد نخورم با تو بود؟ نه، نبود. من و بیلور بودیم، اونو ندیدمش، وقتی داشتم میرفتم نبود. عجیبه، نکنه مریض شده؟ من چه میدونم مامان، بیاد مشکله، نیادم یه مشکل. برای اینکه من ماشین نبرده بودم به آقای دین نیازی نداشتم، برای همینم نمیدونم. لااقل من با آدمای همسطح خودم میپرم فرید خانوم. مثل بقیه به کارمندای خونم چشم ندارم و دنبالشون نیستم. ولی من شما رو دیدم. کجا دیدین؟ خب الان با هم دیگه اومدین تو خونه، دیدمتون. دیگه هیچ وقت به من دروغ نگو نالان خانم، مخصوصا وقتی پای اون راننده به درد نخور وسطه. قسم میخورم که دفعه بعد میزنمت. برای اینکه تو عصبانی نشی اینطوری گفتم. عصبانی میشی دیگه، یعنی برای اینکه عصبانی نشی گفتم. معذرت میخوام مامان جون. دیگه نمیخوام اسم اون پسری بیریختو بشنوم و نباید کنار هم ببینمتون، وگرنه منتظر شوهرت نمیمونم. نالان تو رو برمیدارم و از اینجا میرم، جایی که هیچ کس پیدامون نکنه. شنیدی چی گفتم؟